متاورس، تکنولوژی که آینده انسان رو به طور کامل تحت تاثیر خودش قرار داده، تکنولوژی که هر روز در حال پیشرفت و گسترش به دنیای متاورس خوش اومده. سلام خدمت همه همراهان مارکت نیوبی، من احمد رضا نقی نژاد هستم و با اولین ویدیو از سری ویدیوهای متاورس در خدمت شما عزیزان هستم. تو این ویدیو میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که ببینیم که خود متاورس چیه و اصلا با واژه خود متاورس آشنایی پیدا کنیم و در مورد متاورس اطلاعات کلی رو داشته باشیم تا در ویدیوهای بعدی به صورت جزئی‌تر توضیح بدیم که چه جایگاهی داره متاورس و چه کاری میشه باهاش کرد. خب پس بریم سراغ اولین گزینه که خود کلمه متاورس هستش که ببینیم که چه معنی میده. کلمه متاورس تشکیل شده از کلمه متا و ورس هست. متا به معنی فراتر و جهانی بی‌پایان هستش و کلمه ورس از کلمه یونیورس به معنای دنیا یا همین جهان گرفته شده که به عنوان جهانی بی‌پایان، جهانی فراتر این معنی‌ها رو میده. برای اولین بار کلمه متاورس در کتاب سقوط برف اومد که اونجا داشت یه جهانی رو به بقیه نشون میداد که خب شخص اون دنیا وجود داشت و داشت یک سری کارهایی رو انجام میداد. خب ما تا اینجا یه قضیه فهمیدیم که خود کلمه متاورس چه معنی میده. حالا بخواییم در مورد یه صحبت کنیم که اصلا متاورس چی هست. متاورس یک فضاییه که شخص میتونه داخل اون فضا خیلی راحت راه بره، کارهاش انجام بده و هر کاری که نیاز داشت رو تو اون فضا انجام بده، ولی احساسی مثل سچشایی هنوز به اون فضا اضافه نشده. شاید براتون سوال باشه چه احساسی رو میشه داخل اون فضا تجربه کرد؟ حس شنیداری، حس گویایی، حس لامسه و حس اینکه شما بتونید راه برین و فضا رو بتونید لمسش بکنید. همه این احساسات رو شما میتونید در فضای متاورس به صورت کامل داشته باشید. خیلی از دوستان براشون سوال میشه که اصلا متاورس با این عینک وی آر چه تفاوتی داره. شما تو عینک وی آر صرفا یک فضای دوبعدی رو دارین، یه عکسیه و دارین نگاه میکنین اون عکس رو و سرتون رو که میچرخونین زاویه دیدتون نسبت به اون عکس عوض میشه، ولی فضای متاورس اصلا به این شکل نیستش و شما میتونین داخل اون فضا به صورت کاملا سه‌بعدی راه برید. ما یه AR داریم، یه VR داریم. VR با AR چه تفاوتی داره؟ یه واقعیت افزوده است، یه واقعیت مجازیه. کلمه VR واقعیت مجازیه و کلمه AR واقعیت افزوده است. تو فضای متاورس ما بیشتر از AR استفاده میکنیم، ولی مردم ما بیشتر کلن فضا رو و اصلا عینک‌ها رو به همون VR میشناسن. به همین دلیل که افراد خیلی این دوتا گزینه رو با هم اشتباه میگیرن. دوباره توضیح بدیم، VR به این صورته که شما صرفاً دارین یک سری اطلاعات رو میبینین و همون اطلاعات رو با چرخوندن سرتون فقط زاویه‌اش جابجا میشه. ولی تو AR شما یک آواتار به اون فضا اضافه میشه و شما میتونید اون آواتار رو به صورت خودسازی درش بیارین و از اون آواتار استفاده بکنید. خب بیم فضای متاورس رو یکم جزئی‌تر بهش نگاه بکنیم. میخوام که این قسمت در مورد کاربردهای فضای متاورس صحبت بکنیم. کاربردهای فضای متاورس چی هسته؟ شما فکر کنین یه دنیایی دارین که خالی از سکنه هستش و شما هر شغلی رو میتونین تو اون دنیا پیاده سازی بکنید. از هر شغلی گرفته، میخواد یه گرافیست باشه، میخواد یه تولید کننده محتوا باشه، میخواد یه نجار باشه، میخواد یه معمار باشه و هر شغلی که هستش میشه داخل این فضا پیاده سازی کرد. شاید براتون سوال باشه چجوری، به چه شکل. روش‌های مختلف خاص خودش داره که حتما تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت میکنیم. در مورد اینکه متاورس یه تایم خیلی بولد شد و اومد بالا و بعد از اون خیلی سقوط داشت به خاطر ریزش ارزها و کنار گذاشته شد، ولی الان دوباره داره صنعت متاورس پیشرفت میکنه و شرکت‌های متفاوت دارن روی این صنعت سرمایه گذاری میکنن. ما برای ورود به فضای متاورس صرفا نیاز به یک اینترنت داریم و یه سیستم. شما با سیستم‌های مثل گوشی موبایل، با لپتاپ و با عینک‌های واقعیت مجازی میتونید وارد این فضا بشین و خب طبیعتاً عینک حس خیلی قوی‌تری رو به شما منتقل میکنه و شما میتونین کاملاً حس کنین اون فضا رو. ولی با لپتاپ و اینا وقتی وارد میشین اون حسی که باید به شما بده نسبت به اون فضا رو
نمیده بهتون. یکی دیگه از نکاتی که هستش که در مورد فضای متاورس حتما باید مد نظرمون قرار بدیم، فضای متاورس باید از یک سری استانداردهای خاص پیروی بکنه. چرا استانداردهای خاص؟ به دلیل اینکه شما زمانی که میخواید از یک فضای وارد یک فضای دیگه بشین، بتونید به راحتی این کار رو انجام بدید. چون تو زمینه متاورس پلتفرم‌های متفاوتی هست، رمزارزهای متفاوتی اومده و شما میتونید وارد فضاهای مختلف متاورسی بشید. ولی همه این فضاهای متاورس باید بیاد از یک استاندارد خاص استفاده بکنن تا شما برای جابجایی بین این فضاها به مشکل نخورید. یه نکته دیگه که میخوام داخل این ویدیو نشون بدم و براتون جذابش کنم، عینک‌های VRش رو بهتون نشون بدم و ببینید به چه شکل هستش. با من همراه باشید. یکی از وسایلی که ما در فضای متاورس استفاده می‌کنیم عینک‌های واقعیت مجازی هست. این عینک‌ها رو همینطور که می‌بینید تو خیلی از پارک‌های VR دیدین، توی شهر بازی‌ها دیدین و تو فضای مختلف دیدین. ولی این عینک صرفاً برای بازی یا VR نیستش. شما با این عینک می‌تونید وارد فضای متاورس هم بشین. یکی از بهترین عینک‌هایی هستش که می‌تونید انتخاب بکنید برای فضای متاورس و حتماً یه ویدیو مخصوص همین عینک آکیولس براتون قرار میدیم. قیمت مناسبی هم داره، البته الان با بالا رفتن قیمت دلار به قیمت 40 میلیون تومان رسیده، ولی شما میتونید واسه ورود به فضای متاورس از این عینک استفاده کنید. مدل جدیدترش رو هم شرکت آکیولس تولید کرده، ولی میتونه خوب کیفیت خیلی خوبی برای شما ارائه بده و تو دو نسخه 128 گیگ و 256 گیگ نمایی شده. ولی اینکه آیا ما حتما برای اول کار نیاز به این دوربین داریم یا نداریم، نه به این شکل نیست. نیاز نداریم برای اول کار. اگه شما بتونید با حتی با لپتاپ خودتون وارد فضای متاورس بشین و بتونید یک سری کارها و فعالیت‌ها رو انجام بدین، این خودش کفایت میکنه. این دوربین هم تشکیل شده از یک دوربین و دو تا دسته که شما با این دسته ها تو فضا راه برید، اجسامو کلیک بکنید و خب کار مختلفی رو انجام بدید. بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، میشه گفت که فضای متاورس یک فضاییه که آینده در اختیارمونه و همچنین پیشرفت فوق‌العاده چشمگیری داره. چون انسان‌ها توی تنها قسمتی که گیر کردن بُعد زمان و مکان، و متاورس میاد بُعد زمان و مکان رو برای شما کاملاً حذفش می‌کنه. هنوز این تکنولوژی کامل پیشرفت نکرده و در حال دیولپ شدن هستش و طبیعتاً با پیشرفت تکنولوژی عینک‌های خیلی قوی‌تر و حتی لنزهای خیلی قوی‌تری برای این کار میاد که به شما اون حس واقعی‌تر این قضیه رو الوا بکنه. توی این ویدیو بیشتر خواستم در مورد این صحبت بکنیم کلا متاورس چی هستش، چه کارهایی میشه کرد، وسایل مورد نیازش، و در ویدیوهای بعدی حتما به صورت جزئی تک تک این مسائل رو بهش می‌پردازیم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشین. اگه سوالی هم داشتین حتما برامون کامنت بذارین زیر همین پست. خود من شخصا به تک تک کامنتاتون جواب میدم. موفق و پرسود باشین.